اینجا یکی از مکانهای فوق سری صنایع دفاعی کشورمون هست، جایی که در اون متخصصان کشور ما کاری کردند کارسون. ایران قدرت انحصاری امریکا و دو کشور دیگر جهان در فناوری ساخت جنگنده بمب‌افکن‌های بدون سرنشین رو شکست. هواپیمای بدون سرنشین بمب‌افکنی که نامش کرار است. پهپادی که قابلیت انجام مأموریت در مناطق مختلف جغرافیایی رو بدون نیاز به فرودگاه داره و هر مکانی میتونه محل پرواز و آغاز عملیات کرار باشه. جنگنده‌ای که میتونه با سرعتی بیش از 900 کیلومتر به عمق مناطق پرخطر دشمن نفوذ کنه و هدف رو حتی در فاصله 1000 کیلومتری مورد اصابت بمب‌های خودش قرار بده. توانایی حمل و پرتاب 4 موشک کروز رادارگریز یکی از ویژگی‌های کم نظیر کراره. پهپاد ایرانی ما بنا به مأموریت‌های مختلف خودش قابلیت حمل 2 فروند بمب 250 پوندی یا 1 فروند بمب 500 پوندی هوشمند نقطه‌زن رو هم داره. چشمانداز و برنامه آینده بمب‌افکن بدون سرنشین کشور ما بسیار شنیدنی است، اما مسائل امنیتی اجازه صحبت در این مورد رو به ما نمیده. در دفاع تا کجا باید جلو بریم؟ در صنعت دفاعی تا کجا جلو باید برویم؟ در تولید و ابتکار و نوآوری و ایجاد و تجهیز باید به جایی برسیم که دشمنان بشریت در وهله اول از تعرض به ملت ایران و در گام بعدی از تعرض به هر ملت آزاده‌ای مایوس بشن. امروز در همه بخش‌ها به خصوص در صنعت دفاعی ما در آستانه شکوفایی قرار داریم. گفتند که این از نتایج سحر است، باش تا صبح دولتت بدمد. تازه اول کاره، تازه قلق کار دستتون اومده، تازه بر فناوری مسلط شدید، بر دانش مسلط شدید، تازه اومده تو دستتون که این ماده رو چجور باش کار بکنید، چجور بازی کنید، ارتباطات بین مواد رو چجوری برقرار کنید تا هدف شما رو تأمین بکند. تازه شروع کار. تعیین روز صنعت دفاعی تأکید بر این حقیقت است. بگم بله، همه گزینه‌ها روی میز است. ما هم به شما میگیم که همه گزینه‌ها روی میز است. گزینه اولش اینه که آدم بشی. آدم بشی، از اون برج غرور بیاد پایین، مثل بچه آدم مؤدب بشینی، برابر حرف بزنی. این به نفع خودتونه. اگه نیومدید پایین، بسیار خوب، میخواد بگردی؟ بگرد. تجربه نشون داد که وقتی گردیدید زمان علیه ما نشد، بلکه به نفع ما و علیه شما شد. اونجا بیاد پایین، نیاید دست ملت‌ها شما رو از اون بالا به زیر خواهد کشید.